بزرگانی محترم، محاسن سفیدان عزیز، جوانانی قابل قدر، درس و خطابه جمعه امروزه ما پیرامون معیت پروردگار هست. معیت یک جا بودن، هم نوا بودن، متفق بودن و معنای دیگرش تسلیم شدن، خود را سپردند و تواضع و فروتنی و عاجزی هم از معانی معیت است. به هدف این انتخاب گردید که در میان دو عید، عید رمضان و عید قربان، انسان ها حسب باورهای عرفی و عنعناتی، حسب فرهنگ حاکم در مقابل آموزه های دینی، دست به یک نوع کارها و یا اختیار بعضی از مراسم و عنعناتی هست که آنها کلن با دین اسلام در تکر و تضاد هستند و هیچ احدی از انسانیت تکدار دین نیست. این دین منحصر به فرد نیست، این دین در گروی عالم و مفتی و شیخ و پیر و مرشد و استاد و دانشمند نیست، بلکه این دین یک دین جهانی هست، یک دین همیشه هست و دینی است که جوابگوی تمام نیازمندی های بشریت تا قیام قیامت در جغرافیای زمین هست. به این منظور فرهنگ های اجانب و یا فرهنگ های صادراتی و وارداتی که در تکر در تضاد با این دین قرار می گیرند، آنجا دین لهجه جلالیت اختیار می کند، یعنی این دین از خود دفاع می کند و به تعبیر علما دین تنها اصول و مرامنامه نیست، بلکه اصول هم هست، مرامنامه هم هست، هدف و مقصد زندگی هم هست، سبب رضای پروردگار هم هست. در لابلای این هست ها یک هست دیگری هست که او باید با دقت غور و تأمل و تعمق و تفکر اندیشیده شود. او چی هست؟ که این دین به مثابه یک غیربال هست، غیربالی که انسان مخلص از غیر مخلص، انسان موحد از غیر موحد، پیرو سنت از مبتدع، این تفکیک و جدا میکنه، تمیز میکنه. یعنی به تعبیر ساده این دین، دین اسلام عزیز، یک دینی هست که پیروی خدا، پیروی واقعی خدا از غیر واقعی جدا می کنه. پس در این راستا و یا در این عرصه و یا حسب استمرار معاش و سپری نمودن زندگی، ما به این دین نیاز مبرم و کلی داریم. خدا بخوای که قدندام زندگی تا به آدرس دین بگیری، ای بهترین یک خیاط هست دین.
بخواهی که برای جسدت بعد از برآمدن روح تابوت بسازی، ای بهترین یک نجار هست. بخواهی که برای زیور زندگیت زیورها و آرایش زیبایی بسازی، ای دین بهترین و یا عالیترین یک سمسار و یا یک زرگری هست که برای زیبایی تو چی وسائل و اسبابی می سازه. بخواهی که تعمیر زندگی خدا اساس گذاری بکنی، تهداب گذاری بکنی، نقشه زیر طرح و پلانینگ بکنی، ایدین بهترین یک انجینر هست، بهترین نقشه برد می تا که این نقشه ای که بخوای در این تعمیر تو فضای خوب بیاید، از تعفن و بدبویی حفظ شوه، برای تمام تعمیر نیازمندی های جسمی تو اعلاترین انجینر چه دیزاین و چه نقشه را برد میتا، با کرات و مرات دین برای تعمیر زندگی اخروی تو نقشه برد ترسیم میکنه. اگر در زندگی برای تو بیماری پیش میشه، پیش طبیب حاذق، پیش دکتر مجرب میروی و لابراتوار و یا تیستینگ و یا التراساند و معاینات اکسری و غیره، تمام لوازمات جسمی و فیزیکی تا او بررسی میکنه، معاینات عمومی خصوصی به سطح پیشرفته متوسط و ارزان، دین عالیترین یک لابراتوار هست. خدا تسلیم بکو، تمام بیماری های تا برد یک یک تفکیک میکنه، میگه بیماری تکبر داری نماز بخون، بیماری بخل داری زکات بده، بیماری حسد داری حج بکن، بیماری ریاکاری داری روزه بگیر، بیماری نفاق داری تسلیم شه به آموزه های این دین مقدس. برای هر بیماری تو تابلیت جدا، بدون هزینه، بدون زیای وقت، بدون پاسپورت و ویزا، بدون سفرهای خارجی و داخلی، بدون شبها دور و دراز و طولانی در بر گرفتن، بدون کدام مشکلی برای تو، هزینه را معین و مشخص خدمت تو میگذاره. خدا داخل بکن در این چارچوب، این بیماری تو را الله با آدرس دین علاج میکنه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانونی که ایمان آورده اید در دین داخل شوید به معنای واقعی. چی فکر میکنین؟ یک بیماری که به مرض مهلک و جانکاه مبتلا هست، الله همه ایمان و شما را شفا بدهد. یک مریض تکلیف قلبی داره، تکلیف قلبی از ایم خیلی حاد و پیش رفته شده هست. دکترها ای را یک نی دو سی چار پنج شش تا ده تا دکتر ایرا تشخیص میکنه که مرض تو مرض تکلیف قلبی هست و قلب تو 80% فعالیت از دست داده هست. 20% قلب تو کار میکنه. برای این 20% که قلب تو کار میکنه، بخوای که بیشتر کار بکنه و تو زنده بمانی، حسب تحقیق طبابت و دکتری در دنیای امروز باید از این ادویه استفاده بکنی. ای دوا برای نلهای قلب بود، ای دوا برای پمپ و حرکت های خونی تو، ای دوا برای تپش قلب تو، یک یک دوا را برات تجویز میکنه. فامیلم مواظبت هست که باید دوا را بخوری. برات پریزانه هم میگه از این غذاها استفاده بکو و از این غذاها اجتناب بکو. یک یک تو چقدر مواظبت میکنی؟ پریزانه را در نظر میگیری، دوا را بر وقت میخوری، فامیل تو را متوجه میسازه که متوجه باش که حیات تو وابسته و منوط و مرتبط بر این ادویه هست، در حالی که او شاید در یک مقدار محدودی الله ذوالجلال بیماری تو را به آن گره داده باشد، شفای تو را الله متعال به آن وابسته ساخته باشد در عالم اسباب، در عالمی اسباب. ولی او بیماری که نفاق، بیماری شرک،
بیماری بدعت، بیماری کفر، بیماری الحاد، بیماری بخل، بیماری حسد، بیماری تکبر، بیماری ریاکاری، بیماری هایی که قرآن بعضی از این را گناه کبیره تعبیر کرده است، بعضی را در درجه شرک برد معرفی کرده است، در لابراتوار قرآن کریم بعضی از اینها را شرک اکبر برد خوانده است، دسته را شرک اصغر برد معرفی کرده است، گناه حق العبد جدا، گناه حق الله جدا، گناه مشترک زیای حق الله و حق العبد است، ایرا جدا برد معرفی کرده است. نه فامل در فکری عزیز، نه کلان خانه ای را متوجه می سازه، نه خودی از این پریزانه رب العالمین مراعات میکنه. قضاوت به دست شما، این دو بیمار چقدر تفاوت داره بیماری از اینها، این بیماری که ایمانش در خطر زوال از بین رفتن، او بیماری که تنها جسمش در خطر یا در صدد خطر و زوال و از بین رفتن هست، برای این مریض روحانی چقدر دواهای بزرگ بدون مصاریف، بدون ویزه و پاسپورت، بدون سفرهای شبانه و روزانه نسخه را قرآن تجویز کرده هست، برای او بیماری، برای آن مریض و بیمار چی دواها، چی سفرها، چی مشکلات ها و مسافرت ها، چی هزینه های هنگفت و خیلی زیادی تجویز شده هست، او به تمام معنا رعایت میشه، کنترل میشه، مواظبت میشه، ولی این بیمار کسی سراغش هم نمیگیره، کسی به حال یزی هم نمیرسه، کسی دوایی که قرآن برش تجویز کرده است کسی ایره تشویق و ترغیب نمیکنه که حیاتی تو به این ادویه گره خورده هست. کدام حیات؟ همان حیاتی که رب العالمین او را حیات زندگی گفته هست، همان حیاتی که پروردگار خالق کائنات، خالق حیات برای تو آن حیات معرفی کرده هست، همان امراضی که رب العالمین دوای زیر برای تو تجویز کرده هست، بخوای که خلاصی و رحایی و نجاتی دنیوی و اخروی حاصل بکنی، این نسخه قرآنی را با خود بگیر، بخوای که برای چهار روز خوشگذرانی صحت یاب شوی، ولی غافل از دین، بیخبر از قرآن، دور از الله، اجنبی و بیگانه، با محمد رسول الله، اون نسخه هایی است که دیگر دکترها برات تجویز کرده هن. اسلام عزیز مخالف با علاج و معالجه نیست، با تداوی نیست، امراض مخلوق الله هستند، دوا هم مخلوق الله هست، بجز قرآن کریم که شفا بر انسانیت هست، و این مخلوق نیست، این هم بر جسمت شفا هست، هم بر روحت شفا هست، مشروط و منوط و وابسته به این که ایره در زندگیت اختیار بکن. پس مسیر زندگی ما با آدرس معیت رب العالمین جز تسلیم شدن در عدالت پروردگار، جز خود سپردن به نظام و قانون الهی، دیگه چاره ای نیست. این مریض میمره، بسیار در حالتی فجیعانه جان خود تسلیم میکنه و به حضور پروردگار میره با یک دنیای پشیمانی، با یک دنیای ندامت، با یک دنیای سردرگمی، ای با حضور رب العالمین حاضر میشه. آن کسی که علاج کرد او هم حاضر میشه، و کسی که این علاج معنوی و روحانی را فراموش کرد، پسی پشت گذاشت، این هم در عدالت رب العالمین حاضر میشه. قضاوت به دست خود شما که کدام یکی از این دو مریض رستگار و کامیاب و برای بهبود و صلاح و فلاح گام میبردارن. این بیماری که به مستشفای قرآن رجوع کرد، در زندگیش احکامات الله را پذیرفت، آن تابلت ها و آن گولی ها و آن دواهایی که رب العالمین برای از این شخص تجویز کرد، امین و عن پذیرفت و در زندگی ای را تطبیق داد، و ای هم پرهیز کرد از دروغ، از تکبر، از حرام خوری، از عداوت، از نفرت، از انزجار، بجای این اخوت، مودت، برادری، یک پارچگی، یگانگیت، یک جهت بودن اختیار کرد. ولی در پهلو او بیماری که غم جسم و فیزیکی خود خورد، جسم فیزیکی خود
تداوی کرد، علاج کرد. نه در او زندگی نماز بود، نه در او زندگی روزه بود، نه در او زندگی معیت پروردگار بود، نه اجتناب از محرمات بود، نه دوری از میادین نفرت و انزجار بود. تفاوت از زمین تا آسمان در میان این دو بیمار هست. الله منان به همین امر دستور داده منو تر متوجه می سازه. والذین جاهدوا فینا، کسانانی که مشقت را متحمل شدن در راه ما. این تنها منحصر بر جهادی به صلاح نیست، همه پهلوهای جهد و مشقت دینی را در بر می گیره. در میدان قلم بهترین مجاهد، در میدان دعوت بهترین دعوتگر و مجاهد، در میدان کارزار جهاد بهترین شمشیرزن و تیرانداز و ماهیر و شهسوار در مقابل دشمنان، در میدان انفاق بهترین مجاهد و بهترین منفق برای پاسداری از مرزهای اسلام عزیز، مالی که به خون و به عرق جبین و با آبیله قفی دست و با سفرهای درونی کشور و بیرونی کشور ای به دست آورد، امروز ای را در یک رای مصرف میکنه، از مرزهای اسلام پاسداری میکنه، برای فقرا و ایتام و مساکین و بیوه ها کمک و مساعدت میکنه، در مساجد و مدارس دینی در راه های عام المنفعه ای را مصرف میکنه. اشتباه نکنین، از آن مجاهدی که در میدان کارزار جان خدا خون خدا قربان میکنه مقامی از این کم نیست. قرآن تعریف میکنه چنین مجاهدینی که با مالشان پاسداری از مرزهای اسلام عزیز میکنن. پیش از اینکه قرآن کریم چنین اشخاص تعریف بکنه، منافقین و کفار و مشرکین حالات چانه بیان میکنه. کسانانی که مال خود مصرف میکنن برای چی؟ برای از اینکه پیام الله را خاموش بسازن، در مخالفت با کتاب الله، در تقابل با دین الله ای پول مصرف میکنن، برای خاموش ساختن نور الله و برای از بین بردن دین الله و برای مخالفت بر پیامبر و فرستاده الله رب العالمین میگه فسینفقونها، باز دوباره مصرف میکنن، این مال مصرف کردن دوباره در این را مصرف میکنن. چی میشه بری از اینها؟ الله میفرمایه جز حسرت و ندامت چیزی بری از اینها حاصل نمیشه، دستاوردی از اینها جز ندامت جز پریشانی خواستن که نور پروردگاره کتاب الله را خاموش بسازن. پول از بین رفت، خودشان خاموش شد، این نور درخششش بیشتر و افزونتر شد. خواستن در مقابل سنت پیامبر موضعی گیری بکنن، نام بدی را به خود کمایی کردن. آنجا پیروان سنت به نام موحدین، مخالفین سنت به نام مبتدعین، ای بدترین نامی است که بر بالای یک انسان بعد از شرک گذاشته می شود. یک ندامت شرمندگی دنیای از اینها، آخرتی از اینها از محرومیت حوض کوثر آغاز می شود تا پرتگاه و لبه و کناره دوزخ که به آنجا رانده می شوند. رحمت للعالمین قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت بری جهانیان. همین محمدی که قرآن صلی الله تعالی علیه و سلم ایرا رحمت للعالمین تعریف میکنه، بری جهانیان رحمت هست، بری انسانیت رحمت هست، بری جنات رحمت هست، بری ملائک رحمت هست، بری مردها و زنها، بری دخترها و پسرها، بری خرد و کلان، بری دیوانه و مجانین این رحمت هست. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمه الله می فرماید پیامبر ما بری کفارم رحمت هست، بری مشرکینم رحمت هست، بری منافقین اعتقادی هم رحمت هست محمد رسول الله. ولی همین پیامبر رحمت للعالمین در حوض کوثر ساقی هست، آب می نوشانه. گروهی که پیش روی پیامبر می آید به طرف دوزخ برده می شوند.
این حدیث در درجه حسن قرار داره. در سه تا کتب مشهور حدیث، حتی در کتابای مکتب صنف 11 و 12 ای ذکر است این حدیث. این کدام گروه هست که به دوزخ برده می شوند؟ ملائک میگه این مبتدعی گناهگارای امت تو هستند، برگردان اینها را، اینها را برگردان که من از حوض کوثر بری از اینها آب می نوشانم. ملائک میگه که الله گفت تو نمیدانی که ما احدث و بعدک، اینها بعد از تو در دین چه بدعت ها و خرافات اینها ایجاد کردن، تو نمیدانی. پیامبر فهمید که اینها گروه مبتدعین هستند، کسایی که در دین بدعت کردن، جای سنت بری بدعت دادن، سنت پیامبر، حدیث پیامبر را ترک کردن. زمانی که این صدا به آدرس الله از طرف ملائک به گوش محمد رسول الله میرسه که تو نمیدانی، ما تعلم ما احدث بعدک، تو نمیدانی که بعد از تو چی بدعتای را اینها مرتکب شده اند. محمد رسول الله رحمت للعالمین برشان سحقا سحقا، چنان چی یک انسان دور از روی شرافت شما یک سگ به زجر میرانه، کوچی گفته ای را میدوانه، ای پیامبر رحمت للعالمین بر مبتدعین چنین میگوید سحقا لکم سحقا لکم، یک بار نه به کرات ای را تکرار میکنه، نفرت به شما، مرگ به شما، انزجار به شما، محرومیت از رحمت خدا نصیب شما. ملائک اینها را میبرن طرف دوزخ. ای دینیست که من و تو را تداوی میکنه، من و تو را بستر میکنه، خونی من و تو را تست میکنه، ایمانی من و تو را تست میکنه، اسلامی من و تو را ای تست میکنه، عقیده من و تو را ای تست میکنه. آنن نسخه را برد میته. این است چند روپیه شد؟ هیچ. ویزه و پاسپورت چند شد؟ هیچ. حال در تست ما بسیار مرضی خطرناک آمده ظاهر شده است. در تست تو مبتدی هستی، یک، تو منافق هستی، دو، تو بخیل هستی، سه، تو متکبر هستی، چار، و تو حسد و کینه داری، پنج، تو از انسانیت و از جماعه انسانیت دور هستی. این بیماری هایی که شماره از این به 10 و 11 رسید، ما چه بکنم؟ چقدر پول است هزینه از این؟ یک توبه. امام غزالی رحمه الله می فرماید در میان الله و در میان کافر و مشرک و مبتدع و انسان گناهگار فاصله یک آه است. یک آه، او آه چی است؟ توبه است. مشرک 100 ساله توبه میکنه، رب العالمین در آغوشش میگیرش. مجرمی 100 ساله و 200 ساله حسب عمر این امت که تقریبا 60 و 70 و یا بالاتر توبه میکنه، رب العالمین لبیک گفته ای را میپذیره، لبیک یا عبدی. چرا؟ وعده از او هست، وعده از او راست هست، وعده از او مثل تحقیق وعده های ماوری نیست، مثل وعده یک عالم نیست، مثل وعده یک مفتی نیست، مثل وعده یک سیاستمدار نیست، مثل وعده یک تاجر و دنیادار نیست، مثل وعده یک پیر و یک مرید نیست. وعده از او حق و یقینی هست. یک چشم زدن تغییر و تبدیل راه نمی آبد بر مخالفت بر وعده الله ذوالجلال. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. برای دلیل دلیل ذکر میکنه الله. ای کسانانی که بر خیشتن ظلم کرده اید، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید تمام ظالمین از مشرک تا مبتدع، از کافر تا منافق اعتقادی همه را شامل است، اینها بر خود ظلم کردن. بزرگترین ظالم کیست؟ قرآن میگه ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلمی بزرگ است، گناه نابخشودنی هست، به شرطی که با همین شرک ای میمره، ای بزرگترین ظالم هست. یا عبادی الذین اسرفوا ای اظلموا علی انفسکم لا تقنطوا لا تیأسوا من رحمت الله ای من روح الله.
از رحمت الله ناامید نشید. چرا؟ یک دلیل، ان الله یغفر الذنوب جميعا، تمام گناه ها را الله میبخشه. اینجا دکتری معده میگه مشکل معده داری، من متخصص معده هستم، و این دیگه میگه که این تو مشکل اعصاب داری، برو پیش دکتر اعصاب، و دیگه دکتر میگه که مشکل مثانه داری، برو پیش دکتر داخله، و دیگه میگه مشکل سیاه‌زردی داری، برو جا تست کن خدا، یکی دیگه میگه که تو را سرطان گرفته است، برو پیش فلان دکتر در فلان شفاخانه، یکی میگه مشکلات قلبی داری تو، برو قلب خودت تست بکن. الله تو را به هیچ دکتر پاس نمیده، قرآن تو را به هیچ شفاخانه و لابراتوار تو را نمیفرسته. چند مرض داری؟ صد مرض. الله خالق صد مرض هست. کتاب الله علاج همین صد بیماری توست. ان الله یغفر الذنوب جميعا، تمام گناه ها را الله میبخشه. اگر در یک شفاخانه همین دپارتمین ها تمامش باشه، ولی منزل بالا و پایان، از یک اتاق به دیگه اتاق حتما میری، وقت ضایع میشه، معاینات تفاوت میکنه. الله منون میگه نه، هیچ سفری بیرونی و درونی، هیچ زحمت و مهنت و خرچ پولی و مادیات نیاز نیست، قلبا توبه بکن، حق خدا میبخشم. وعده هست، حدیث نسائی شریف هست، در سنن نسائی حدیث هست، با الله تسلیم شو، راه حق العبدی را برات مساعد میسازه، راه حق العبدی را مساعد میسازه. در تفسیر حقانی قصه شیخ سعدی رحمه الله را نقل کرده هست، ای تفسیر مظهری یک اشاره کرده بر یزید، او بهترین دلیل است بر یزید، که شیخ سعدی از شخص قرضدار بود 50 درهم، قرضدار که می آمدی می گریخت، چیزی در خانه نبود، عادتی قرضده و کسایی که بدهکار هستند، قرض می دهند، قرضدار و مقروض عموما امی هست. این وقتی که به صحرا فرار کرد و نقش پای زیرا همین قرضدار پیدا کرد، رفت ایره در صحرا دریافت، آنجا گیر کرد، ایره چاپی پایش تلاش کرد و پیدا کرد، گفت چرا تال مطال میکنی، قرضی مرا چرا نمیدی؟ گفت قبول بکن که در خانه هیچ چیزی نیست، چیزی نیست که برای تو بتم، از این که مرا در پیش خانم و فامیل شرمنده نسازی، من به اینجا فرار کردم، تو همینجا آمدی، الله مهربان است که یک زمین مساعد شد. راست میگفت، چیزی در خانه نبود، طفلکی با تشت حلوا حاضر شد، گفت حلوا میخریم؟ گفت چند؟ گفت 10 درهم. گفت بگذارش خودت هم بخور. خودش هم خورد و شیخ سعدی هم خورد و کسی که بالای دین داشت ای هم خورد، خلاص شد. گفت پیسه را بده. گفت چیزی نیست، ای 50-60 شد. گفت چیزی نیست برات بتم، 60 شد. ای طفلک عشق میریزانه، ای کماییم است، ما برای فردا پس حلوا میسازم، میفروشم، امرار معاش میکنم، از کجا بکنم؟ گفت دعا بکن الله برای ما بتا، ما برات میدیم. تا نخندت ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل و کی نوشد لبن، تا نگرید گودکی حلوا فروش، بحر بخشایش کجا آید بجوش. شخصی آمد 60 درهم داد به شیخ سعدی، گفت ای 10 ازی از ای گودک حلوا فروش، 50 ازی از تو، ای رحمت پروردگار است. دریای رحمت الله بجوش آمد، با اشکهای ترحم نمود، با اشکهای این طفل و با معصومون بودن یزی، الله زمینه را مساعد ساخت. مثالی از این قدم مستندتر و زیباتر، صحابه مرتکب جرم میشه، در ماه رمضان با خانمش نزدیک میشه، حدیثی صحیح است در مسلم شریف و در کتب صحیح سته، نزد پیامبر علیه السلام آمد، گفت هلاک شدم، چی کردی؟ گفت یک غلام آزاد بکن، جز گردن و مالک چیزی نیستم. 60 روز روزه بگی؟ گفت یک ماه که پورا نشد، 60 روز پیهم از کجا روزه گرفتم میتونم. گفت 60 مسکین طعام بته؟ گفت قسم به الله جز چادر چیزی ندارم، دیگه قسمت بسته میکنم که تا زانوها مرا ستر بکنه.
خوابم دمی میکنم، ای بجای چادر بجای پیرهن و تنبان ای را استفاده میکنم. گبیش نماز خان پیامبر علیه السلام شخصی آمد صدقه داد که ای خرما و یا پول، خرما در مسلم شریف هست که این مساوی میشد برابر کفاره همین شخصی که جرم کرده بود در ماه رمضان. گفت بروی را در فقرا تقسیم بکن. کجاست؟ گفت کسی که سوال کرد. گفت مستم یا رسول الله. گفت بیا. آمد این مکتره برش داد، همین پیمانه و یا خریطه و بوجیگکی که در این خرما بود ای را برش داد. گفت برو در فقرا توزیع کن در بدل کفارت. استاد شد. گفت والله ما افقر من بین لابتی المدینه، ای رسول الله از مکه در میان مکه و مدینه قسم به الله فقیر کسی وجود نداره. تبسم کرد پیامبر علیه السلام. گو برو ایره خودت بخو، اما این منحصر به توست، دیگر انسان ها دلیل نگیرن که گناه میکنم کفاره را خودم میخورم. هدفم ایست. این صحابه به قانون الهی تسلیم شد، به سنت محمد رسول الله تسلیم شد، در شفاخانه پروردگار آمد مرض چه مفت رایگان الله علاج کرد رفت. منو تو توبه بکنیم حق الله معاف می شود. اگر حق العبد بالای من است، کسی را غیبت کردیم، مالش خوردیم و تهدیدش کردیم، آزار و اذیتی فیزیکی و روحی برش رساندیم، از الله بخواهیم زمینه یزور الله مساعد می سازه. به همین منظور است الله می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، را برد باز می سازه، زمینه را برد مساعد می سازه. امروز کسانانی که به معنای واقعی بدین تسلیم هستند، قسم به پروردگار پریشانی ندارن، در بدر نیستن، خار و ذلیل نیستن، از این انتخابشان پشیمان نیستن، در فامیل وحدت، در زندگی انفرادی کاملا مطابق اصول و مقررات دین، صلح با الله، صلح با آموزه های مکتب محمد رسول الله، و در کاروبار در همه عرصه های زندگی وقتی که ایره ارزیابی میکنی فکر میکنی میگه از مکده انسان خوشبخت هیچ کس نیست. ولی متاسفانه امروز من و شما سروی بکنیم، چند صد نفری که اینجا هست، دو نفر انصافمندانه در دروازه استاد شوه، از این مردم پرسان بکو چند فیصد تو خوش هستی، چند فیصد غمگین هستی؟ یکی غمهای تحمیلی که دشمنان بر بالای ما حمل نمودن ایره، غمها با آدرس دین، پرسان بکو ایره، سروی بکو ایره، ببین که چی برات بیان میکنه. هر کس گله میکنه، شکوه میکنه. گله و شکوه قسمی است که نماز میخوانم مشکلم حل نمیشوه، روزه میگیرم مشکلم حل نمیشوه، صدقه میدم مشکلی ما حل نمیشوه. برادری عزیز، خواهری محترمه، مادری قابل قدر، پدری بزرگوار، از درون ارتباطاتت با الله چه قسم است؟ یک صدقه است که صحابه آمد گفت یا رسول الله ما صدقه دادم امشب. گفت بشی. نشست. دقائقی بعد جبرائیل آمد گفت یک کس به بچه صدقه داد. گفت تو هستی؟ ای پس صدقه داد. شبی دیگر آمد گفت صدقه دادم. جبرائیل آمد گفت به یک زنی فاحشه صدقه داده شب. گفت ما بودم به یک زن صدقه دادم. شبی دیگر صدقه داد. آمد جبرائیل گفت به بچه صدقه داده. پیامبر ما ای را بررسی کرد. این شخص میخواست به این دست صدقه بدهه، این دست خبر نشوه تا که روز قیامت در سایه عرش الله در جمله آن هفت گروه قرار بگیره. پیامبر بزرگوار فرمود تو تحقیق کو، بررسی بکو این مال، این صدقه را به کی میدی؟ اخلاص تا بررسی بکن. تو فکر نکن نماز خواندی، چی قسم خواندی نماز؟ با کدام وضوی نماز خواندی؟ این لباس ها چی قسم بود که در بدن تو هستن؟ این غذایی که خوردی از کجا آمده بود؟ یک طرف متوجه می شوه. گنارم نمی کنیم در زندگی و کدام نافرمانی و امری الله رم نمیشکنیم، ولی نظام خانوادگی شیرازه زندگی از هم پاشیده هست. خانم یک جا پریشان، شوهر در دیگه جا پریشان، دختر از اینها کده پریشان تر، بچه از اینها کده پریشان تر، شرح حال خودکشی به اوج خود رسیده هست. و این زاری میکنه العیاذ بالله قسم اعتراض مندانه بر بندگی، به آدرس بندگی به الله خالق توانا،
این شکوا و گله میکنه، این غلط هست، این ناروا هست. خدا سروی بکو پیامبر ما حدیث ریاض الصالحین به شرط امام مسلم رحمه الله میفرماید که الله امر کرده است پیامبران را چنانچه که امر کرده است مؤمنین را، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، این چنین یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم. ثم ذکر الرجل اشغث اغبر یمد یدیه الی السماء و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلك. رواه مسلم رحمه الله. الله انبیارم گفته است کاری نیک بکنین و رزق پاکیزه بخورین، چنانچه که مؤمنین خطاب کرده است. بعد از آن پیامبر یک مردی را یاد کرد که سفری طولانی کرد، خیلی سفری طولانی، مسافر دعایش قبول میشه، موها جولیده و پراگنده، حالات پر از گرد و غبار و لباسها چرک و میکروبی، این همه حالتهای سفر اسباب قبولیت دعا هستند. و یه دسته های خدا بلند کرده به بارگاه الله، اجابت میخواه، قبولیت میخواه برای دعایش. پیامبر میفرمایه مشربه حرام، نوشیدنی حرام، ملبسه حرام، لباس بدن حرام، و غذی بالحرام، جسم تربیت شده است از گوشت حرام، از غذای حرام، خون حرام، پوست و رگ، تمام عصبیتی از حرام. فانا یستجاب لذلك، کجای دعا قبول میشه؟ انا برای تبعید است، امکان نداره چنین دعا را الله قبول بکنه. تا که این مسیر اصلاح نکنی، این راه را درست نکنی، من و شما چقدر صلح میخواهیم از الله؟ کم از کم در پایتخت شاید در روزهای جمعه در چند صد مسجد دعا شوه، یا الله برای ما، برای افغان ها، برای جهان اسلام، خصوصا برای ما افغان ها صلح و اخوت نصیب بگردان. اوسطا در هر مسجدی 300 و 400 نفر باشه، تو ایره ضرب بزن لک ها نفر میشه، دعا قبول نمیشه. چرا؟ ما زمینه قبولیت دعا را مساعد نساختیم، با پروردگار خود صلح نکردیم، با محمد رسول الله آشتی نکردیم، با گناه حق الله خدا ملامت نکردیم و توبه نکردیم. در باب گناه حق العبد آماده نیستیم که از این معذرت پوزش بخواهیم یا حق مالی از این ما بپردازیم. فانا یستجاب لذلك، من این ات الصلح، صلح از کجا بری من و شما بیایه و نصیب من بگرده؟ تا که ما به اصل نخست خود، آن اصل نخست عبارت از آن فطرتی که پروردگار من و تو را بر آن فطرت آفریده است بر نگردیم. مصداق این دعایی که تلاوت کردم، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تقوا و نیکوکاری اختیار نکنیم. مصداق آیه نخست، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، خدا قرار ندیم چنین خواسته های ما تا قیامت برآورده نمیشه. بیاین یک بار خدا در لابراتوار قرآن تست بکنیم، بیاین بریم به شفاخانه محمد رسول الله، همان ذخیره بزرگ و عظیمی از کتب حدیث، خصوصا صحاح سته، صحیح البخاری، صحیح المسلم، جامع ترمیزی، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، در دنبال یزی مسند امام احمد ابن حنبل، موطای امام مالک، دیگر کتب مشهور و متداوله احادیث مبارکه بای تسلیم شیم. تو اگر بهانه کنی ما که ایرا نمیدانم، ما که ایرا نمیفهمم، ترجمان وارثین انبیا بری تو ایره بیان میکنن، زمانی که عالم بری تو ایره بیان نمیکنه. تو حق داری که جناب مولیسی، ما بی نیاز دارم، ما بیماری روحی دارم، نفاق دارم، حسد دارم، تکبر دارم، بخل دارم، شرک خفی ریار مرتکب شده ام میشوم، برم تداوی بیار، برم علاج تجویز بکو، چی بکنم؟ نو نفر یک سوال از محمد رسول الله میکنه، ای رسول الله بزرگترین نیکی چی هست؟ پیامبر ما نو جواب میده، بزرگترین نیکی چیست؟ پیامبر علیه السلام میگه حج. بزرگترین نیکی چیست؟ جهاد. بزرگترین نیکی چیست؟ زکات.
بزرگترین نیکی چیز روزه، بزرگترین نیکی چیز نماز، بزرگترین نیکی چیز خدمت والدین، بزرگترین نیکی چیز اخلاق نیکو، بزرگترین نیکی چیز ذکر الله. سوال یک سوال ولی جواب نه جواب. محمد رسول الله را الله ذریعه وحی بیان کرد برش که ای همه خوبی ها را داره ولی در جهاد ناقص است. ای همه خوبی ها را داره، نمازش مشکل داره. ای همه خوبی ها را داره، ذکر نمی کنه. علاج کرد محمد رسول الله اینا. بیماری های من و تو چی بیماری هست؟ الحمدلله موحد هستیم، شکر به الله ذوالجلال. منافق اعتقادی نیستیم تحریفات احکام پروردگار بکنیم. یکم ریاکاری، دروغ، غیبت، یکم گناه های دیگری که الله توفیق توبه نسو نصیب بگردانه داریم، بهترین رای حلش ایست که بیا به کتاب الله، به سنت محمد رسول الله تسلیم شویم. هم دنیا بر جنت میشه، هم بعد از مرگ همیشه همیشه در جنت میمانی که او آرزوی من و تو و گذشتگان من و تو و باز آیندگان من و تو هست. الله منان همه من و شما را در تمام عرصه های زندگی توفیق عمل نصیب بگردن.